دوستو سلام، وقتتون بخیر. ما با محور امشب با من بهرام امون خوش آمدید. بانوان معترض در یک گردهمایی از سخنان نخست وزیر پاکستان درباره احتمال فرستادن نیروی بشری به افغانستان سخت انتقاد کردند. این بانوان گفتند که پاکستان حق مداخله در افغانستان را ندارد. همزمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی نیز به اظهارات عمران خان واکنش نشان داده، گفته افغانستان به نیروی بشری هیچ کشور نیاز ندارد. اینجا در پایتخت کشور، زنان معترض از بهر دستور نخست وزیر پاکستان برای فرستادن احتمالی نیروی بشری به افغانستان سخت انتقاد میکنند. من یک لیسانس حقوق هستم، بیکار هستم، پس ما نیاز به نیروی کاری پاکستان نداریم. ما زنای افغانستان اینه میگم که اصلا افغانستان به نیروی کاری پاکستان هیچ ضرورت نداره. ما امروز تحصیل کرده های زیادی در افغانستان داریم. همزمان با این، کاربران رسانه‌های اجتماعی افغانستان واکنش‌های تند به سخنان عمران خان نشان می‌دهند و برخی از آنان می‌پرسند هرگاه نیروهای بشری پاکستان به افغانستان بیایند، جوانان با استعداد و تحصیل کرده خود این کشور چه خواهند کرد؟ اما در پی انتقادهای گسترده، حالا امارت اسلامی در این باره واکنش نشان می‌دهد. بشری ظرفیت چا ته ضرورت نه لرو، بلکې دې ته ضرورت لرو چې اقتصادي همکاري صورت ونیسي د افغانستان د خلکو سره. په تجارتي برخه کې همکاري ته ضرورت لرو، د مملکتونو ترمنځ کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګولو ته ضرورت لرو، همداراز د بشري برخه کې د بشري مرستو ته ضرورت لرو چې د افغانستان خلک فقیر دي، ناداره دي، د دوی سره مرسته وسي. بسیاری از سیاستگران کشور نیز به این سخنان نخست وزیر پاکستان واکنش‌های تند و جدی نشان دادند. از این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته است که صدها هزار دختر و پسر دانش آموخته افغان در درون و بیرون از افغانستان آماده خدمت به کشور خودند و هیچ نیازی به نیروی کار خارجی نیست. آقای واحد فقیری آقای مسائل سیاسی و در کنارشان آقای حکمت الله حکمت آقای مسائل نظامی برای بحث بیشتر هر دو میمان عزیز با ما وصل هستند که بسیار خوش آمدید میگم میمانان گرامی را. آقای فقیری، آیا واقعا عمران خان زمانی که در مورد افغانستان حرف میزنه میسنجه که چی میگه یا نه هر چی که پیش آمد خوش آمد؟ سلام به همه شما. به فکر ما راستی هم یک شاید حرف بسیار درست نیست که حرف زده شده باشه، اما به نظر من این به خود افغان ها تعلق داره. یا افغان ها کسایی رو میگذاره که از سرحد در طیاره بیان یا در لاری اینا رو بشانه و یک جای مانند مرغای پاکستانی واری به افغانستان صادر کنه و در کابل اعلام کنه و اونا همیشان بیان در ادارات بشنه. یعنی خودش به تعلق به ما داره که ما چطور برخورد میکنیم به این موضوع. آیا ما این چیزها رو قبول میکنیم یا نه؟ اگر ما نکنیم هیچ کس نمیتونه که سر ما مردمای خود به زور در افغانستان چی کنم تحمیل کنم. یعنی به سیاست خود ما تعلق داره. یکی آقای عمران خان از این چی مرادشان چیست، هدفشان چیست. به خدمت یکمی ماسمالی هم کردن در آخر که هدف ما این نبوده، اما باز هم اساسیت هایی که موجود است در درون افغانستان، اساسیت هایی که در مقابل افغانستان موجود است، این تو اظهارات بسار چی میشه، بسار مردم برش توجه میکنه و بسار در سوشل میدیا و در اینا میه و شما و از خانم پیشتر هم حرف زد در یک رپورت شما اونا گفتن که اینجا بسار جوان ها، بسار کادرهای بسار مسلکی هستن که کار ندارن. چی امارات اسلامی اول باید به این مردم خود کار بده، به این مردم کار پیدا کنه که هم مسلکی هستن، هم در وطن خود هستن، هم افغان هستن و هم بیکار هستن. بدون شک افراد مسلکی در افغانستان وجود داره به اندازه کافی، ولی فکر میکنین ارچند یادم کردین که بعد آمد تو گفت که میخواست چیز دیگر بگه و برداشت نادرست شده و امارات اسلامی هم در ابتدا گفت که بساط تحریف شده گفته آقای قائم عمران خان، ولی این بار اول نیست که عمران خان در مورد افغانستان این گونه صحبت میکنه. گاهی میای در مورد فرهنگ افغانستان صحبت میکنه، گاهی میای در مورد فرستادن نیروی بشری صحبت میکنه. امی جرأت از کجا میکنه امی پاکستان که میای در مورد افغانستان این گونه صحبت میکنه؟ بخیر، ما یعنی ما افغان ها هم باید یک کمی چکنه، ما واقعا هم در بسیاری جای ما کمبودی داریم. ما یک شفاخانه مجهز نداریم در افغانستان که مریضای خود در اونجا تداوی کنیم و این خودش از نبود کادرها و نبود منابع چی میشه به تعلق میگیره به اونا. ما تا بال نمیتونیم که میدانهای خود ما از نظر فنی
اداره کنیم، باید به ترکیه و به قطر مراجعه کنیم. یعنی در بعض جاها راستی هم در 20 سال که بوده کار نشده و بسیاری جاها دخلاهای بسیار بزرگ ایجاد شده که باید اونا پر شوند. یعنی این یک نوع برای خود ما درس است، برای ما افغانها درس است که ما در اون جایی که واقعا هم کمبودی داریم، مشکلات داریم، او را پر کنیم. و این انتخابات که یا اظهارات کسان دیگه میکنه باید ما را متوجه سازه که خلاهایی که موجود است در جامعه و در کادرهای ما اونا را پر کنیم. یعنی جرات از اونا هم شاید از این باشه که میبینن اینا، یعنی هر کس که به افغانستان نگاه کنه، هر کس که واقع بین باشه به افغانستان نگاه کنه، افغانستان در بسیاری جاها مشکلات بسیار زیادی داریم و یک خودشی فرار هم یک مسئله دیگه است که فرار کادرهای بسیار میگروزه از افغانستان میگروزه و این خود به ایست که در اونجا چی کار نیست جای برشان تشکر. استخدام نیست. بله. آقای اکمه، شما فکر میکنین چطور عمران خان اصلا چنین اظهارات را بیان میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود بر شما آمان صاحب، بر فقیری صاحب، همکاران شما و بینندگان عزیز طلوع نیوز. به باور ما که عمران خان در واقعیت از یک سیاست منافقتی که پاکستانی ها همیشه در شرایط دشوار در برابر ما داشتن کار گرفتن، هدفشان توهین یک ملت تاریخی، یک همسایه واقع نیک و تخریب امارت اسلامی در شرایط فعلی هستند که خوشبختانه نتیجهشان برعکس خواست سیاست های حکمتدارای پاکستان برعکس شدن. مردم افغانستان با یک دست محکم جواب دادن که ما هیچ ضرورت نداریم با کمک و متخصص کشوری که با ما منازعه جغرافیایی دارن، در تاریخ از زاویه دوستی پیش نیامدن. پاکستانی ها باید در چنین اظهارات خود حداقل تاریخ گذشته سرزمین خود که 74 سال دارن و تاریخ جغرافیایی یک سرزمینی که چندین سه هزار سال تاریخ دارن. ببینین وقتی که ما در جغرافیای خود در علوم سیاسی و در علوم طبیعی ابن سینا و محمدی و انصاری و کی و کی را داریم، اینا نمیتونن که بگویم که افغانستان متخصص ندارن. افغانستان در داخل متخصصی دارن که نه تنها برای ضرورات حکومتداری و پیشبرد امور نظام کفایت میکنن، بلکه میتونن که یک قوه بشری را به کشورهای دیگه هم بتن. جناب امان صاحب، در حدود 10 میلیون افغان در بیرون از کشور در بیشتر از 113 کشور زندگی میکنن و این افغان ها اکثریتشان تا حد 2 میلیونشان افغانه هایی هستند که تخصص بالا دارن. اگر ضرورت شوند با معاش کم حتی بدون معاش حاضر هستند برن در شرایط مساعد به کشور خود خدمت کنن. ما ضرورت نداریم که متخصص پاکستانی را با ترجمان بخواهیم و در اوجا پیسه گذاف را برشان بتیم. شما که حکمت در میان گپایتان گفتن که پاکستان در پای تخریب امارت اسلامی است، منظورتان چی است؟ کاملا ببینین وقتی که فعلا در شرایط افغانستان ما داریم به طرف ایجاد یک حکومت همشمول وحدت ملی صلح سرتاسری میریم، این به نفع پاکستان نیستن. به نفع پاکستان افغانستانی هستن که محتاج باشن به پاکستان دست دراز کنن، مهاجر داشته باشن و زیر دست پاکستان باشن. اینها تشویش دارن که اگر افغان ها بالاخره توافق کنن که کشور خودشان به دست خودشان عیار کنن و در گرد میز با هم بشنن، چیزی که ممکن است در روزهای نزدیک شما شاهدشان باشن، پس در اون صورت پاکستان امکانات دخالت و بعضم دستبرد سرات ها و استعداد های ما را ندارن. به این خاطر میخواین که حکمیت جوان افغانستان را تخریب کنن، مشکلات ایجاد کنن. مشوره ما به این حرف. بله. شما واکنش امارت اسلامی را چطوری یافتین در پیوند با می موضوع؟ زمانی که به گفته شما در پی تخریب است، ابتدا امارت اسلامی آمد گفت که گفته های آقای عمران خان تحریف شده، بعد آمد آقای ذبیح الله مجاهد گفت که ما به نیروی بشری هیچ کشور نیاز نداریم. واکنش امارت اسلامی را چطور میبینین؟ خانم های با شهامت ما در جاده های کابل به پاکستان گفتن، ما امروز انترویوی متقیر هم شنیدیم. ما کاملا از موقفی تا حد سخن امارت اسلامی راضی هستیم، ولی بکاری نیستن که ما باید بریم به طرف عمل. ما باید متحد شویم، نشان بتیم که ما نظام خود پیش برده میتاریم، ضرورت نداریم. بحثی مشوره برای پاکستان، مشوره ما ایستن که شما در پالویتان یک کشوری پیشرفته، بزرگترین دموکراسی جهان، کشوری که 20
اقتصاد جهان است او را دارین. لطفا از اونا متخصص بخواین تا که شما از لیست سیاه و لیست خاکستری براین، تا که شما به حیث کشوری همین تروریسم از لیست جهان خارج شوین. از هندوستان متخصص بخواین، ما ضرورت به متخصص شما ندارم. تشکر آقای فقیری. شما چطور یافتین واکنش ما را تسلیمی را در پیوند به گفته های عمران خان؟ به نظر ما یعنی چی یک واکنش منطقی بود، یعنی چیزی تو منطقی بود و باید همه را میگفتن اینا. و هم مخواد ما از اساسیت هایی که افغان ها در باره این مسائل داره شاید برای زو هم یک جواب باشه. که ابتدا همین که گفته شد تحریف شد اگر پای آقای عمران خان، این موضوع را چطور میبینید شما؟ شاید یعنی متن که آدم بخوانه، متن که بی بی سی فارسی در اونجا چی کده بود، نشر کده بود، عمران خان از قوای کادرهای خود و دیگرها حرف زده بود که کادرهای ما و دیگرها بره به افغانستان بره و در این حالتی که افغانها در مشکلات است، با آنها در ساحات چی مخابراتی و بانکی و اینا چی کنم، کمک کنم. یعنی این چیزایی است. یک چیزی که ما باید بگم، یعنی یک چیزی که باید باز هم بگم که افغانستان واقعا هم از نظر علمی و از نظر کادری بسیار عقب افتاده است، ما نه تنها در جهان بلکه در منطقه خود هم از دیگه ها عقب مانده هستیم و این را باید قبول کنیم. یعنی من نمیتونم که واقعیت های بسیار خب در صورت که عقب مانده هم باشیم، فکر میکنین نیاز باشه که پاکستان مثلا کادر به ما بفرسته، نیروی بشری بفرسته تا کار در افغانستان پیش بره؟ نه، یعنی گپی از این است. گپی است که ما باید به کمبودی های خود متوجه شویم. ما باید برای خود از وقتی که شما به هزارها نفر به پاکستان میره برای تداوی، خودش نمایندگی از این میکنه که ما در وطن خود چیزی نداریم که مردم حتی کشته میشه، در لین کشته میشه که برن زنها کشته شد. شما باید تانست در جلال آباد چی حالتی آمد. یعنی چیزایی است که ما افغانا باید از احساسات کار نگیریم و این قبول کنیم که خب ما شما از نظر آقای فقیری شما در واقع اعتراض دارین به واکنش مردم افغانستان در پیوند به گفتگوهای آقای عمران خان، درست است یا نه؟ نه، من اعتراض ندارم صاحب. خب شما میگین نباید احساساتی برخورد شد. ما میگم احساساتی باید برخورد نشد. در پیوند به چی؟ باید به عمران خان گفته شد و به همه مردم که ما وقتی که ما به چیز ضرورت داریم، ما شما میخوایم، شما سر ما چیز را تحمیل نکنین. یعنی اینمی معادله باشه که خواستهای ما وقتی که ما به چیز ضرورت داریم، تقاضای ما را قبول کنین. شما باید برای ما تکلیف ایجاد نکنین یا تکلیف تعریف نکنین که این کار و این کار باید کنین. این وظیفه ماست که وقتی که ما به حیث حکومت امارات و اینا کلشان که اینا ضرورت دارن، از جهانیان که کمک میخواین، یعنی بر ضرورت بر اساس ما باید باشه، نه بر اساس فرمایشات دیگه. این میجا یک بارکی بسیار مهمی است که ما باید به اون متوجه شیم. بله، گپتان تکمیل بکنین که آقای اکمت هم صحبت های دارن. یعنی گفته ما ایست که گفته های آقای عمران خان واقعا هم اساسیت ایجاد میکنه در افغان ها و شاید خودش هم بدانه این چیز دانسته حاله که حساسیت موجود است در بین افغان ها و افغان ها در برابر هیچ امسایه قدر حساس نیستن مانند در برابر پاکستان. و یک چیز تاریخی است از سار وقت برای ما مانده، عمران خان باید دیره در کنه و وقتی که حرف میزنه با عرفای خود توجه کنه. گرچه عمران خان واقعا هم و بسیار گپای عجیب و غریب میزنه، همیشه میزنه، یعنی کسی است که چندان به گپای خود بسیار توجه نمیکنه، اما درباره افغانستان برایشان مشوره است که بسیار تفکر و فکر کنه. تشکر آقای حکمت. خب یک شماره که وارد هستن در بخش سیاست شاید گیج نشن، ولی یک شماره که تازه میخواین سیاست بفهمن، یک شهروندان عادی، گیج میشن از سیاست پاکستان در قبال افغانستان. گاهی قسم که یاد کردم در مورد فرهنگ افغانستان میتازن، گاهی هم در مورد نیروی بشری، و در کنارش میاین در نشست های جهانی از امارت اسلامی پشتیبانی میکنن. به نحوه سیاست پاکستان در قبال افغانستان مشخص است یا نیست؟ سیاست پاکستان در قبال افغانستان باید به دو بخش تقسیم کنیم. سیاست گذشته که نه چندان دور است ما شاهد آن بودیم.
1973 شهید احمد شاه مسعود، شهید ربانی از جمله کسایی بودند که به پاکستان رفتن، دوستی را شروع کردن، ولی در اخیر عمرشان نفرت داشتن از پاکستان و یه بخاطر کردار پاکستان بودن. هزارها افغان را من بر شما نام گرفتم میتونم که به نام دوستی با پاکستان آغوش خود باز کردن، ولی امروز پاکستان به حیث یک کشور متخاصم، به حیث یک حکومتی که نه تنها جغرافیای ما را در اختیار به زور دارن، بلکه از زاویه دشمنی با ما دارن سیاست میکنن. در مورد سیاست فعلیشان ما بر شما گفتم میتونم که سیاست پاکستان منافقت است. حرفای عمران خان در واقعیت پوشش شکستی هستند که در انتخابات اخیری محلی حزب عمران خان، آیس آی و اردوی پاکستان خوردن. بنابراین ما باید جدا متوجه باشیم که ما حساسیت های مردم پاکستان در برابر خود تخریش نکنیم، بلکه ما باید با یک استراتژی مشخص ملی دست به دست هم داده در برابر پاکستان، در برابر استبلیشمنت پاکستان یک جمله را باید بیاد داشته باشیم برای تمام افغان ها. هر آن که با استبلیشمنت پاکستان دوستی میکنن او با خدا دشمنی میکنن، و هر کسی که با پاکستان بدون قید و شرط قرارداد میبندن او منافع ملی افغانستان را دارن میفروشن. ولی ما با ملت پاکستان هیچ نوع دشمنی نداریم، هیچ نوع مشکلی هم نداریم. بنابراین موقف ما باید همین موقف امروزه باشن که شما جوانها را ببینید در رسانه ها، شما رسانه ها را ببینید، خانم ها را ببینید، افغان های بیرون از افغانستان، حتی افغان هایی که در پاکستان مهاجر هستند اونا عکس العمل نشان دادن. بنابراین پاکستان و حکومت پاکستان باید درس عبرت بگیرن. اگر متخصص افغانستانی افغانی که در پاکستان هستند چه ضرورت دارن که او را به ما آیس آی و یا اردوی پاکستان بفرستن؟ او خود کشور خودشان هستند. فردا میان از یک راه داخل میشن، میان در افغانستان، میان در یک جای دکتر است، انجینر هستن یا یک کارگر عادی هستن. اگر یک افغانی که در کشور دیگه هستن چه ضرورت هستن به وساطت پاکستان؟ پاکستان فعلا دارن با جهان کار میکنن تا که بس قدرت سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و سیاست استخباراتی افغانستان به دست بگیرن. و آقای یک شما می مورد که یاد کردین، خب مردم واکنش زیاده چه در داخل و چه در بیرون از کشور نشان دادن. چقدر همین گفته های پاکستان در قبال افغانستان و واکنش تند مردم افغانستان میتونه انزجار مردم را نسبت به پاکستان بیشتر بسازه؟ کافی هستن که پاکستانی ها بفهمن که ما با پاکستان با اساس کردارهای خودشان قضاوت میکنیم. همین طالبایی که امروز عکس العمل نشان میتن اینا میفهمن که دوره قبلی اینا را پاکستانی ها فروختن. ای پاکستان بودن که هر طالب خریطه سیاه انداختن برای امریکایی ها در برابر پول مایل فروختن، با گوانتنامو فرستادن شد. ای پاکستان بودن که همین بزرگواری که امروز ششتن در همین کشور سیاست میکنن ملا برادر در زندان انداختن بدون از اینکه جرمشان معلوم شود. چندین تن از بزرگای طالبا را در پاکستان آیس آی حلال کردن، سر بوریدن. مجاهدینی که برای پاکستان، منافع پاکستان در برابر شوروی و حکومت وقت دستنشانده شوروی جنگ کردن، اونها را کشتن. پس پاکستانی ها فراموش نکنن که نحویزه تاریخ آنقدر کوتاه هستن که ما به حرفای دروغین اینا قضاوت کنیم، باور کنیم، و نه ما آنقدر کوتاه فکر هستیم که منافع ملی خود به نام این و آن بفروشیم. تشکر. آقای فقیری، چطور میشه از دست اندازی پاکستان در امور داخلی افغانستان جلوگیری کرد؟ وقتی شما میتونن که با دشمن یا حریف یا هرچی که میگن با خارجی مقابله میتونن که از درون محکم باشن، استحکام درونی داشته باشن، قوت درونی داشته باشن، و این بسیار ضروری است که دولت کنونی افغانستان با مردم خود مراجعه کنه، از مردم خود مشروعیت بگیره، یک شورا رو بخواه، یعنی مشروعیت خود رسمی بسازه. و این یعنی یک رای مهمیش اینیست، و دیگر رای مهمیش ایست که ما رابط خود با دیگر کشورها هم خوب سازیم، یعنی تنها سر پاکستان اتکا نشود که چه هم یعنی در این شرایط برای امارت اسلامی بسیار مشکل خواهد بود که با پاکستان یک جنجال برا بندازه، و این به نفعشان هم نیست. به نظر ما فعلا به نفعشان نیست که این کار کنه، و به نظر ما شاید اینمی فهم هم در بینشان باشه که هرچی میشه باید از این مسائل از گفتگو و تفاهم حل شد. و بخیر مکی آمدن یوسف معید هم شاید یک ماموریتش این میباشه که مسائلی که در چیز مسائل سرحدی یا خط دیورند و این مسائل است، ای را هم تیگه چی کنم
با حکام کنونی کابل مطرح سازه و دیگه وسایل بشری هم است. یعنی میشه که ما بتانیم که با یک دیپلماسی بسیار فعال و خوب با پاکستان در این رابطه حرف زد و اونا را قانع ساخت که و بخلم عمران خان یگانه چی صدرازم پاکستان است که چند بار گفته که سقوط افغانستان، بربادی افغانستان برای خود پاکستان هم بسیار خطرناک است و به نظر من حرفش بسیار درست است. واقعا هم اگر کجا عمران خان به این حرف خود معتقد باشه و به نظر من که هست. شما آقای فقیری موافق گپای آقای حکمت هستین که پاکستان در واقع سیاست منافقت و سیاست نادرست در قبال افغانستان داره یا نه؟ به نظر من در بعضی مسائل بله داره، در این شکل نیست، در وقتهای پیشتر داشته، اما به نظر من عمران خان در این رابطه کار درست کرده، خصوصا در خروج قوای امریکایی از افغانستان و ایره بر امریکایی ها گفتن، بار بار گفتن که موجودیت نظامی شما در افغانستان نه تنها ایره که افغانستان کار خوب کرده در مورد خروج. شما زمانی که میگین منظورتان چی است؟ پاکستان چه نقش داشته در خروج؟ در خروج این نقش داشته که به چند بار به سران امریکایی را گفتن که مسئله از نظر نظامی رای حل ندارم. خب امریکا مگم نمیدانه باز پاکستان باید بگه برش؟ نه، یعنی به نظر من ایسا که کجا یک پاکستانی می داشتیم که هیچ در این رابطه با اینا حرف نمی زد و هیچ مخالفت نمی کرد، یک چیز دیگه بود. یعنی وقتی چی مشرف و اونا را آدم به یاد بیارد، اونا هیچ وقتی حرف نمی زدن که اشغال افغانستان یک جنایت است، به ضرر تمام منطقه است، به ضرر پاکستان است، به ضرر منطقه است، اما عمران خان کار کرده. تشکر آقای حکمت. شما موافق هستین که پاکستان واقعا نقش داشته در خروج امریکا از افغانستان و این کارش بسیار خوب هم بوده؟ پاکستان تا 40 سال نقش داشتن، ولی نقششان برای منافع خودشان بودن، برای بربادی افغانستان بودن. آخرین نقش را که در مورد خروج نیروهای امریکایی داشتن نقش دوگانه بود و با نفع مردم افغانستان نبودن. شما اگر چندین مورخ استخباراتی امریکا را مطالعه کنین، اردوی پاکستان و ISI همیشه تلاش داشتن که موضوع افغانستان به نفع خودشان خاتمه بدن. از دوران جنگ سرد هستند و فعلا هم جریان دارند. بناهن ما خروج را که امریکایی ها داشتن به این شکل خروج امریکایی ها را نگفته بدیم. ما گفته بدیم که مسئولانه تدریجی با حفظ نظام. ببینین همین مشکلاتی را که ما امروز دارین هم در واقع بخشن برمیگردن به سیاست های غلط اردوی پاکستان. با دکتر صاحب اشرف غنی وعده داده بودن که 8 سال تپره میکنی، هیچ کس خود تغرض گرفته نمیتنه، از طرف طالب، از طرف اینو آن، ما به شما اطمینان میتونم. در همین حالت طالبا را میگفتن که شما مستحق هستین، باید برین قدرت بگیرین. با امریکایی هم میگفتن که اگر شما بیرون نشوین نروین، شما همیشه هم ممکن است تلفات داشته باشین و افغانستان را به دست آورده نمیتنین. بنا تمام سیاست های پاکستان برای نفع و سود خودشان بودن و هستن. نقش مثبت پاکستان ما در وقتی دادم میتونیم که اینا حداقل 70 میلیون افغان یه طرف و طرف خط دیورن اجازه بدن که تجارت کنن، رفت و آمد کنن، نشست و برخاست داشته باشن. یک چیز امان سفراموش نکنیم که روابط ما با مردم پشت خیبر پشتونخوا، وزیرستان، پاتا، جنوبی پشتونخوا روابط با پاکستان نیستن. این مردم های ما هستن، این سرزمین های ما هستن. اگر افغان در کوچلاغ، اگر افغان در وزیرستان، اگر افغان در پیشور زندگی می کنن، تجارت میکنن، تحصیل میکنن، مدرسه میخونن، ایره به پاکستان چی که پاکستان بگه که ما کمک کردیم در وقت جهاد و در این برعکس پاکستان از این سود بردن، عالم سود میبرن. ما افغان ها باید متوجه اساسیت باشیم. اجازه ندیم تا که پاکستان بعضی زیر نام متخصص تشکر. و اینو آن جاسوس خود بفرستن تا که دیجا اعمال تخریبی شان اجازه. تشکر آقای فقیری. خب شما گفتین در بعض نقاط پاکستان خوب عمل کرده ولی در بعض جای ها سیاست مناسب در قبال افغانستان نداره. آیا به نظر شما امارات اسلامی متوجه همین موضوع است که در کدام موارد پاکستان در پای تخریب است؟ به نظر ما باید باشد امارات اسلامی و ای نباید درباره پاکستان بلکه درباره ایران و تمام همسایه های ما باید یک درک واقع بینانه داشته باشه و از زور از قوت خود بدانه که در کدام جای است. افغانستان خصوصا امارات اسلامی فعلا در حالت بسیار لرزان است و ای را باید احساس کنه.
باید از تخریش هایی که برای دولت کنونی افغانستان هیچ نوع فایده نداره حذر کنه، پرهیز کنه و کوشش کنه که با همسایه های ما، با دیگرها به یک تفاهم برسن و این مهاجرین به یک رقم پس به افغانستان بگردانه. یعنی به نظر من افغانستان باید در این مرحله که است، در این مرحله باید بسیار کوشش کنه که از عرفای احساساتی و از بعضی اقدام های احساساتی پرهیز کنه و خصوصا در مورد پاکستان که تقریبا 2.5-3 میلیون افغان در اونجا مهاجر هستند و ما با اونا رابط بسیار زیاد داریم، حال هم مهاجرین زیاد میره در این حالت و پاکستان میتونه که دولت فعلی افغانستان بسیار زیاد ضربه برسانه. یعنی چیزایی است که آدم باید ایالت احساس کنه و باز از این موضع حرکت کنه. ما نمیتونیم که دی از یک موضع بسیار ضعیف که دارم دی حالت تشکر. با بسیار قدرت های دیگه مقابله کنیم. آقای حکمت، فرصت بسیار اندک است، شما فکر میکنین امارت اسلامی باید چه سیاست را در قبال پاکستان در پیش بگیره؟ توازن در سیاست خارجی، توازن در سیاست خارجی از دوران ظاهرشاه وقتی که متخصص امریکایی در هلمند و در قندهار می ساختن افغانستان کجکی را بندش جور کردن و متخصص شوروی در بند درونتا و در سالنگ و در بلخ کار می کردن. ما بر چنین سیاست ها. ما بر امارت اسلامی میگم که شما هندوستان با بیرون راندین در سیاست افغانستان و پاکستان دستی دراز دارن. این به هیچ صورت به نفع منافع ملی ما نیستن. هر قدر که هندوستان میتونن با ما کمک کنن، به طور علنی باید لبیک گفت و پاکستان باید در برابر هندوستان ترجیح نداد، تهران باید در برابر ریاض ترجیح نداد، مسکو را در برابر واشنگتن ترجیح ندادن. توازن در سیاست خارجی همیشه به نفع افغانستان بود و باید حال متوجه باشد. آقای فقیری و آقای حکمت، ممنون از حضورتان در برنامه و دوستان ادامه محور پس از وقفه.